دوستان عزیز فیسبوکی من ناناز پیرنیا هستم. امروز در رابطه با طلاق و مسائل و مشکلاتی که در خانواده پیش میاد و اثرش روی بچه ها و نحوه برخورد با اون با شما صحبت میکنم و در ضمن در قسمت اول برنامه راجع به موفقیت هایی که در مرکز مایند تراپی سنتر داریم برای نحوه معالجه مشکلات روانی و رفتاری و یادگیری و غیره براتون توضیحاتی میدم. با من باشین و انشالله که حالتونم خوبه. با هم میریم روی ایر، برنامه زندگی بهتر رو شروع میکنیم. اگرم شما سوالی یا مسئلهی هستش یا راجع به دیورس میخواین نظری بدین، میتونین لایف به استودیو بین 2 تا 3 که برنامه پخش میشه زنگ بزنین به من. آماده؟ های راکسی بفرمایید. شنوندگان عزیز برنامه زندگی بهتر و دوستان عزیزی که روی فیسبوک لایف دارین منو دنبال میکنین، دکتر ناناز پیرنیا هستم و به اتفاق فرشاد بلندیان کارگردان اتاق فنی که در رادیو هست و من در مطبم به همه شما خوش آمد میگم. خوشحالم که از این برنامه اینقدر استقبال میکنین و به فامیل و همه دوستان خبر رسانی میکنین برای اینکه از این اطلاعات جدید و دست اول و از سرویس های منحصر به فرد مرکز مایند تراپی سنتر همه بتونن استفاده بکنن و عزیزانی هم که در شهرهای دیگه زندگی میکنن یا در ممالک دیگه و در LA نیستن میتونن با ما تماس تلفنی داشته باشن. من بعد از 37 سال کار رواندرمانی، مشاوره خانواده، مشاوره زناشویی و کار با کودکان و نوجوانان، مرکز مایند تراپی سنتر رو تأسیس کردم و 17 ساله که کار مغز درمانی و نوروساینس نورو اینتگریشن تراپی رو به کار رواندرمانی اضافه کردم تا بتونیم برخلاف قدیمتر و متد سابق رواندرمانی و روانپزشکی اول دانایی پیدا بکنیم که به چه علتی ما علائمی رو از لحاظ احساسی، روحی، رفتاری، یادگیری، مشکلات خواب و مشکلات جسمی داریم. ما دیگه یاد گرفتیم که علائم مشکلاتمون رو ماسک نکنیم با دارو و یا منتظر نباشیم که مریض شیم و دارو رو فقط بخوریم و امروز خبر خوش اینه که ما این حلقه کار گمشده کار واقعا بهداشت روان رو از طریق مغز شناسی، نقشه برداری از مغز و مغز درمانی داریم و حلقه گمشده کار مشکلات جسمی و دستگاه گوارشی و تورم ها رو از طریق نور درمانی مخصوص به نام نور و رد لایت که از اینفراد لایت و رد لایت مخصوص استفاده میکنه در خدمت شما عزیزان میگذاریم. برنامه های من از طریق یوتیوب هم میتونین همه رو ببینین و همچنین ما به جز مرکزی که در بیولی هیلز داریم مرکز دیگری هم در اورنج کاونتی داریم که عزیزان میتونن به 2 قسمت مراجعه کنن. تلفن استودیو 323-512-7264 هست و تلفن تماس با مرکز من 310-286-1480 هست و از عزیزان خواهش میکنم که اگر که دوست دارین روی mindtherapycenter.com که وبسایت ما هست آخرین اطلاعات، تمام تستمونیال ها و غیره رو میتونین ببینین و سرویس های ما رو هم میتونین ببینین. امروز من در قسمت اول برنامه در مورد نحوه معالجه انواع مشکلات روانی، احساسی، رفتاری،
یادگیری و غیره از طریق این نقشه برداری مخصوص و آسان و بدون خطر از مغز و بعد هم تکنولوژی پیشرفته مغز درمانی در کنار روان درمانی با شما صحبت می کنم و در قسمت دوم برنامه در مورد اثرات طلاق روی بچه ها به طور کلی روی خانواده و نحوه برخورد و مکالمه با بچه ها رو در رابطه با طلاق و نحوهی که بعدش می خواهیم به بچه ها برسیم صحبت می کنم. شما مغز درمانی رو الان مدتیه که از طریق برنامه های من راجبش شنیدین، دانش نسبتاً جدیدیه، نه از لحاظ این که ما آگاهی از مغز نداشتیم، بلکه آگاهی پیدا کردیم از طریق این تکنولوژی های پیشرفته و دستگاه های مختلفی که اختراع شده که بتونیم دقیقاً بفهمیم که علت مشکلات و علت علائمی که ما از کودکی و از وقتی که به دنیا میایم تا بزرگی نشون میدیم چی هست. در نتیجه این تکنولوژی و این روش‌های جدید رو شما در مرکز مایند تراپی سنتر به صورت واقعاً ابداعی و منحصر به فرد شروع کردیم و داریم به بقیه کلینیک‌ها، بیمارستان‌ها، دکترها یاد میدیم. و علتش هم اینه که ما اگر بر نگردیم و در رشته نوروساینس درس نخونیم، هیچ وقت هیچ کدوم از دکترهای مثل من، دکترهایی که در رشته های سلامت روان هستن، موفق نمیشن که از این اطلاعات ابداعی جدید در مرتبشون استفاده بکنن. خیلی از من میپرسن که چرا دکترهای ما هیچ کدوم در رابطه با این نقشه برداری از مغز، در رابطه با اون تست ادرار از طریق نورولب صحبتی نمی کنن که تشخیص درستی بدن. و جواب من اینه که این دکترهای عزیز ما، چه امریکایی چه ایرانی، در همه دنیا ما به شروع علم جدید و تخصص جدیدی رسیدیم که مرکز ما به خاطر این کارهای ابداعی و آوردن تمام این سرویس ها زیر سقف جایزه گرفت از چمبر آف کامرس بیولی هیلز و به عنوان موفق ترین بیزنس سال شناخته شد. براتون میخوام تعریف بکنم که چرا این کار اینقدر فوق‌العاده است و چرا در کنار دارودرمانی یا به جای دارودرمانی و در کنار تمام سرویس هایی که برای هر مشکلی وجود داره، شما عزیزان 100% در هر سنی که هستین با اپتیمایز کردن برین، با تشخیص دقیق فعالیت سلول های مغز در 19 قسمت از طریق این نقشه برداری و با توازن دادن بیوشیمی مغز از طریق اون تست ادرار میتونین مغز خودتون رو، این ماهیچه سپندی رو که مسئول فکر ما، احساس ما و رفتار ماست، تنظیم بکنین. در واقع هر کدوم ما حال و روز خوبمون، سلامت روانمون، سلامت رفتارمون، سلامت نحوهی که جسم ما و دستگاه گوارشی ما هست برمیگرده به سلولهای مغز و بالانس سلولای مغز. و امروز که ما میتونیم از مغز نقشه برداری بکنیم، میبینیم که تمام این داستان فعالیت و ساختمانسازی سلولهای مغز، فکر نکنین که از وقتی به دنیا میایم شروع میشه. از ماه اول در شکم مادر سلول نحوه فعالیت مغز خودمون هستیم و تا موقعی که ما نتونیم این دربدری سلول ها رو
اندازه‌گیری بکنیم و بالانس کنیم، نمیتونیم به رابطه موفق، به حواس درست، به حال خوب و یک زندگی درسی و کاری موفق برسیم. تا موقعی که یک فردی وسواس فکری فرزند داره و از همه چیز ایراد میگیره و همه چیز رو مسئول میبینه برای اینکه حالش خوب باشه، روابط زناشوییشون گیره، روابط اجتماعیشون گیره و گرفتاری هایی که ما از A to Z داریم ربطی به این نداره که با دارو مغز بالانس بدیم. واقعا گوش بکنین به این اختراع و ابداعی که الان در این قرن 21 و به خصوص در این دو دهه ما توانایی انجامش رو داریم. ما امروز سه مسئله است که میدونیم مطرح در کار مغز درمانی و مغز شناسی. اولین مسئله ای که خبر خوب ماست و برای همه کسانی که بچه ها به دنیا میان و مشکلی از لحاظ روانی دارن، از لحاظ رفتاری دارن، خبر خوب اینه که مغز ما، سلولهاش، برخلاف علم قدیم پزشکی که هنوز هم تو کتابا هست، قابل انعطاف و تغییر دائمه. در نتیجه ما وقتی که شرایط محیط و زندگی و درمانی مخصوص رو برای مغزمون به صورت غیر شیمیایی درست میکنیم، مغز ما، سلولهاش، از وقتی به دنیا میایم تا وقتی از دنیا میریم میتونه ارتباط جدید داشته باشه و نورون‌های جدید ایجاد بکنه. در علم قدیم عقیده بر این بود که اگر سلولی صدمه خورده دیگه قابل انعطاف پذیری نیستش و در واقع میگفتن که این سلول مرده و یک همچین چیزی اصلا دیگه درست نیست. و این خبر خوبیه برای همه شما عزیزانی که از A to Z در کتاب‌های روانشناسی یک تشخیصی براتون داده شده و امروز با کاری که ما در نور درمانی و در تخت حرکتی و با کمک انواع نوتریشن‌های لازم و با کمک در واقع رنگ درمانی و موزیک درمانی و نور درمانی و سنسرها برای شما انجام میدیم، هر قسمت از مغز که مسئول یک مشکلیه که شما دارین میتونه دوباره سازی بشه و نورون‌های جدید پیدا بکنه. بنابراین اگر که یک بچه‌ای، اگر یکی از افرادی که میشناسین مشکلی A to Z روانشناسی تشخیص داده شده، این تشخیص ها دیگه هیچ معنی بجز این که در یک قسمتی از 19 قسمت مغز بعد عدم توازن و عدم ارتباط بین سلول ها وجود داره، هیچ مسئله دیگه ای نیست. و این خبر خوبیه که شما بدونین که ما میتونیم مسائل روانی و فکری و رفتاری رو از لحاظ توازن مغز بالانس کنیم و از وجود این علائم بیماری های روانی و جسمی جلوگیری بکنیم. خبر دومی که خیلی مهمه و باز در کتاب ها باید تغییر بکنه اینه که ما خیلی زیاد تکیه می کردیم به مسئله ارث و این که اگر شخصی با یه مقدار مشخصات ژنتیکی که معنیش میشه بیوشیمی در مغز، روابط و ارتباطات بیوشیمی مغز از نظر نوروترانسمیترها که داخل اینا امینو اسید، مواد آنزیمی، مواد پروتئینی و مواد عالی وجود داره و هورمون‌ها که وقتی که به هم میریخت میگفتیم که این از لحاظ ارثی، مامانش هم عصبانیه، باباش هم وسواس داره، پدرش هم الکلیکه، باباش هم آتیستیکه و یک بهانه‌ای و یک دانشی بود که
در واقع 90% قدرت علم درمانی رو می گرفت. امروز مسئله ژنتیکی 10% و مسئله اپیژنتیک یا اثر محیط و احتمالات روی مغز انسان 90%. ما امروز به خاطر توانایی این که میتونیم این مواد عالی بیوشیمی رو از طریق تست ادرار و اگه لازم باشه بزاق دهان با لابراتوار غیر شیمیایی به نام نورولب اندازه گیری بکنیم و با پروداکت ها و محصولات طبیعی لازم پروتئینی میتونیم تمام اون احتمال ژنتیک رو کم بکنیم و بعد در درمان مغز درمانی با اون حرکت، موزیک، موشن و نیورو فیدبک ها میتونیم روابط مغز رو دوباره سازی کنیم، قابل انعطاف سلول ها، دائم تغییر میکنه. در نتیجه ما امروز میدونیم که سلول ها چی لازم دارن برای این تغییر. بنابراین عادتی که داریم که میبینیم وای میسیم مریض بشیم، علائم زیاد باشه، معلم ها از بچه ها شکایت بکنن و همه اون مسائل رو میبریم و بدون تشخیص، بدون به اطلاعی دادن این که چه آنزیم ها و مواد عالی در مغز کم و زیاده، فقط دکترها دارو می نویسن به صورت حدسی. معمولا اگر یک دارو اثر نکرد به داروی دوم و سوم و بعد برای اینکه عوارض جانبی یک دارو رو از بین ببریم یه داروی دیگر رو در کنارش میگذاریم و این نحوه درمان قدیم تر بوده. امروز این علائمی که ما هر کدوممون به یک نوعی همه به دنیا میایم با یک سری عدم توازن، این علائم بسیار علائم مهمی هست برای اینکه به ما بگه، مثل دندون درد که عکس میگیریم ببینیم کدوم دندون و به چه علته، مثل دل درد که عکس میگیریم ببینیم که آیا آپاندیسه یا دستگاه گوارشی تورم کرده، ما امروز عکسی از نقشه برداری مغز از بچه 4 ساله تا فرد 130 ساله. این یک کار رو شما واقعا به بچه هاتون و به خودتون مدیونین. در مقابل همه خرجایی که انجام میدین، دانش اینی که ارتباطات الکتریکی و بیوشیمی مغز ما چه وضعی داره خیلی مهمه. در نتیجه این خبر رو یه دقیقه با هم مزه مزه کنیم. من دارم میگم که مشکلاتی مثل ADD، ADHD، تمرکز حواس، مشکل هایپر اکتیویتی و پرفعالیتی، مشکل یادگیری لرنینگ دیسیبیلیتی، مشکل ایتینگ دیسوردر، انواع مشکلات تغذیه، مشکل استراب، افسردگی، حافظه، رسیدن به دیمنشیا و الزایمرز، خستگی های مفرط، سر، اپیلپسی، اعتیادها، مشکل خواب، آتیزم، اسپرگر، سکیزوفرنیا و غیره به عنوان اختلال محسوب نمیشه. لیبل لازم نداره. اینا علائمیه که به ما نشون میده که در کدام قسمت مغز فعل و انفعالات شیمیایی و الکتریکی توازن نداره. براتون یه مثالی میزنم که وقتی که ما اون تست ادرار رو که میتونیم به هر کجای دنیا که هستیم بفرستیم و برای همه شما قبل از این که احتیاج به دارو پیدا بکنین یا قبل از اینی که مغز شروع بکنه به پیر شدن و یا اینی که اشکالاتی پیدا بکنه، رسیدگی به اون، یعنی اینی که این تست ادرار رو انجام میدین، در هر جای دنیا هستین باکسش رو میفرستیم، سمپل رو میفرستیم و ما این عدم توازن که مهمترینه که جنگ بین
واقعا سلول ها شروعش از عدم داشتن این نوروترانسمیتر ها، این هورمون ها و این پروتئین هاست. هنگامی که میبینیم کسی زیاد یا کم میخوره یا نمیخوابه یا مشکلاتی داره، این نوروترانسمیتر ها هستن که سرنوشت سازن. مواظب به مغز خودمون باید باشیم. و بعد برای سوال بیشتر 310-286-1480 مطب ماست. بریم آگهی ها رو گوش کنیم، برگردیم در رابطه با طلاق با شما صحبت میکنم. دوستان عزیز فیسبوکی من، طناز اطلسی عزیز، کازنم از لندن که همیشه با ماست، نوشین حوریانی عزیز خوش آمدین، سوزی خاتمی عزیزم، برنامه ساز دوست عزیز من با هم هستیم، مندی عزیز، مندی دهش که این دوستانمون بیدار میشینن از لندن که گوش کنن به صحبتهای ما. انشالله داره مرزا وا میشه که ما یه سری هم به لندن بزنیم، به انگلیس بیایم و شماها رو از نزدیک ببینیم. شیدای اردلان عزیزم همیشه کامنت های عزیز خوب میدی، خوشحالم که با من هستی. رکسی هم که همیشه با منه، دخترم، و امیدوارم که همه تون حالتون خوب باشه. من امروز میخواستم دو سه تا چیزو تونتون این توی از بچه 2 ساله تا فرد 130 ساله درست شده و به عنوان یک دستگاه واقعا معجزه آسا برای اینی که ما همینطور که دندونمونو مسواک میکنیم، به بدنمون کرم میزنیم، مواظبیم، صورتمونو بوتاکس میزنیم، نمیدونم، از خودمون مواظبت میکنیم، از ناخون و مومون مواظبت میکنیم، از برینمون، از مغزمون اینطوری باید مواظبت بکنیم. محبوبه شریفی عزیز خوش آمدی به برنامه. یکی از چیزایی که توی هر خونه باید باشه این دستگاه الفاستمه که واقعا شما برای این که دوچار افسردگی اصلا نشین، یه خونه تکونی دائم میده، هیت یه مایکروکارنت انرژی تو خود سلول ها، در واقع یک جهش خوب توی سلول ها بین نیمکره چپ و راست به وجود میاره. در نتیجه هورمون های اندورفین که هورمون های اعتیادی خود ماست و هورمون های خوشحالی خودمونو که قرار آدما از طریق داروهای شیمیایی یا از طریق الکل، مواد مخدر و دراگ بگیرن، این خودش همون هورمون های در واقع اعتیادی خوب خود ما رو ترشح میکنه. روزی 20 دقیقه استفاده میکنیم، جلوی ارتعاشات در واقع بد مایکروویو و ارتعاشات الکترومگنتیک فیلد تمام دستگاه های الکترونیک ما رو هم میگیره و باعث میشه که سلامت بمونیم. و اگر کسی هم تراما و ضربه ای داشته، اینو ما از واقعا از سلولار لول، از اون بد به خود سلول ها میتونیم از بین ببریم. دستگاه دیگه ای که درست کردیم این دستگاهیه که به عنوان برین تپینگ، هر کدوم شما اگه تو خونه داشته باشین، این دیگه با یک اپ مخصوص میاد که رو تلفنتون میذاریم و من هیپنوتراپی و هر کدوم شما هر مسئله ای دارین، حدود 500 تا تاپیک رو گذاشتیم که در هنگامی که شما هیپنوتراپی میشین و مسائلی که براتون مشکل و مطرحه، ما از طریق هیپنوتراپی به ذهن ناخودآگاه میسپریم، در این حال نور درمانی میشین، هم از طریق چشم، هم از طریق گوش و همینطور موزیک درمانی میشین و تپینگ میشین، یعنی موشن مخصوص به شما میرسه. در نتیجه
با من در تماس باشین 310-286-1480. خواهش میکنم که به مغز خودتون برسین، به مغز بچه ها برسین. افرادی که سنشون میره بالا، به نظر من خیلی مکسنس میکنه که این حرف من، که همونطور که ما به سایر ارگانهای بدن میرسیم، به مغز خودمونم دیگه میتونیم برسیم. و این که فکر میکردیم سلولای مغز بهشون رسیدگی نمیشه کرد، میمیرن، از بین میرن، کم میشن، پیر میشن، همش میت و غیر واقعیه. بنابراین چقدر خوبه که از همون کودکی به بچه هامون برسیم. بعد میخواستم این نقاشی ها رو، چون دوستانمون توی رادیو که نمیتونن ببینن، من امروز راجع به طلاق که صحبت میکنم میخواستم بهتون نشون بدم، چون بچه ها از طریق نقاشی هایی که میکشن احساسات روحی خودشون رو و اوضاع امنیت روحی خودشون رو با ما در میون میگذارن. و این یک بچه بود، فکر کنم 6 سالش بود، یک دختر که مامان باباش طلاق گرفته بودن، ولی انقدر در حال دعوا و مشاجره بودن که این بچه وقتی که این نقاشی رو کرد، اگه نگاه بکنین، فکر میکنم میبینین، 3 تا خونه کشید و خونه این ور و اون ور گفت خونه مادر پدرشه و این چیمنی که دود ازش میره رو سیاه کشید، به خاطر اینی که در هیچ کدوم از این خونه ها، به خاطر اینی که پدر و مادر وضع روحیشون نرمال نبود و امنیت خاطر به این بچه نمیدادن، اینا رو دار کشید و فقط خونه مادر بزرگ و پدر بزرگ رو با چیمنی خوشرنگ صورتی کشید و اونجا بود که احساس امنیت میکرد. ما واقعا باید مواظب حال روحی بچه هامون در هنگامی که ضربه‌ای، ترامایی، خدشه‌ای، طلاقی پیش میاد بکنیم که بچه ما به جای اینکه خونه پدر و مادرش امنیت داشته باشه و چیمنیش پینک باشه، چیمنی مادر بزرگ و پدر بزرگ رو بهش اولویت نده. در ضمن میخواستم ببینین که چقدر قدرت این نقاشی ها برای ما مهمه. و خودتونم اگر با بچه ها کار میکنین، اگر بچه دارین، در هر موقعیتی اگر ازشون بخواین که نقاشی بکنه، اون نقاشی خیلی خیلی از اوضاع روان ما رو نشون میده. من اگر بخوام که بدون تستینگ یه بچه رو ببینم حال و روزش چطوره، ازش میخوام که یک عکس یک انسان رو بکشه برای من، یک مرد یا زن یا بچه رو، و میخوام ببینم که چجوری رنگ میکنه و چجوری احساسش رو بروز میده. اینم وقتیه که یه بچه‌ای تحت فشار زیاد، دیگه تینیجره و احساس میکنه هوملسه و خیلی گرفتاری های مختلف دراگ و غیره و خودکشی و اینا رو داشت. به هر حال گفتم که بهتون این عکسای جالب رو نشون بدم. فکر میکنم داریم برمیگردیم روی ایر، میخوایم راجع به دیورس حرف بزنیم. اگر دوست دارین زنگ بزنین، شما نظری، تجربه، چیزی دارین با من در میان بذارین. 310-286-1480. و تناز جان، منم صبرم نیست که یا تو بیای پلوی ما، بله فرشاد جان، یا من بیام پلوی تو. با هم بریم دیگه راجع به دیورس حرف بزنیم. شنوندگان عزیز برنامه زندگی بهتر، دکتر ناناز پیرنیا هستم. بحثی رو در رابطه با سرویس های ابدایی و منحصر به فرد مایند تراپی سنتر برای شما توضیح دادم و امروز دلم میخواد که در رابطه با طلاق و این از
تجربه خودتونم با ما بگین، استودیو خطها بازه 323-512-7264. امروز متاسفانه میدونیم که تعداد طلاقها بالای 50% رسیده و از نظر عاطفی احساسی 100% روی مغز همه افراد خانواده اثر میذاره و اگر درست باهاش با فرزندانمان و حتی با خودمون با مهربانی در این موقعیت‌های سخت رفتار نکنیم، سرنوشت مغز ما، فعالیت و ساختمانسازی فرد مغز ما و بچه‌هامون به خاطر این ضربه‌ها و تروماها میتونه عوض بشه و تحت تأثیر قرار بگیره. متاسفانه نحوهی که ما در ایران قبلاً ازدواج میکردیم خودش از نظر فرهنگی و از لحاظ روانی اثرات زیادی رو روی مغز افراد بزرگسال ما گذاشت. نحوهی که مادر بزرگهای ما ازدواج کردن، خیلیاش بچه بودن، چایلد ابیوس بوده. من پدر و مادر بزرگهایی رو دارم که میان به مرکز ما برای رواندرمانی و مغزدرمانی و برای تراما و ضربه هایی که موقع ازدواج و ترس از شبی که ازدواج کردن و باید سکس داشته باشن با همسرشون، بچه بودن 15 ساله، 14 ساله، 17 ساله با مردهای بسیار بزرگتر از خودشون و با ندانمکاری اینی که ازدواج یعنی چی، اون ترس ها رو هنوز میارن به اتاق تراپی و هنوز گریه میکنه بچه درون اون مادر بزرگ ها برای نحوهی که ضربه دیدن. به هر حال اتفاقهایی که در ایران افتاد، دخالت ها و فشارهایی که تو خانواده میومد، رابطه هایی که روی عقل نبود، روی عشق نبود و عقیده این که باید با لباس سفید بریم و با لباس سیاه بریم از خانه بیرون، اثرات منفی خودشو گذاشته. ولی از یه طرفم امریکا محیط به قدر این که از 1960 آزادی های عجیب و غریبی به وجود اومد، پدیده ازدواج رو خیلی سطحی گرفت و افراد خیلی زود و با اولین مشکل، با اولین نگرانی ها و دعواها شروع به طلاق گرفتن های زیاد کردند. من عقیده دارم که ما الان در موقعیتی زندگی میکنیم که خدا رو شکر جوانان ما این اجازه رو دارن که با معاشرت کنن، دیت برن، معنی عشق، خواسته هاشون و ضوابط زندگی رو بیشتر بدونن. در نتیجه احتمال موفقیت ازدواج ها شاید بالا رفته و ما دیگه به زور به خاطر اینی که بچه دوم، دختر دوممونم باید ازدواج کنه، به خاطر اینی که سن دخترمون بالا رفته، کسی رو مجبور نکنیم و اجازه بدیم که خودش با عقل خودش، با آگاهیایی که داره، همسر خودش رو انتخاب بکنه. ولی خب طلاق زیاده. من متاسفانه میبینم که چقدر تشویش و نگرانی برای بچه ها ایجاد میکنه و والدین باید یادشون باشه که جدا شدن برای اینی که دیگه دعوا نکنن و جدا شدن به علت اینی که برای حل مشکلاتشون نقطه مشترک نداشتن. من متاسفم که میبینم افراد جدا میشن، سپریت میشن و بعد میخوان تصمیم بگیرن که وضع بچه در زندگی چی میشه، از لحاظ مالی چه وضعی پیش میاد و با این جیغ زدنها، بی احترامیها، خشمگین شدن با هم، خودشون و متاسفانه بچه ها رو برای همیشه خدشه میدن و مریض میکنن. من پیشنهادم به زن و شوهرها اینه که اول از همه موقعی که تصمیم به جدایی میگیرین، با دیگنیتی و با سرافرازی این پروسس مشکل رو تحمل بکنین و آگاه باشین که ما اول شوکه میشیم و بعد خشمگین میشیم و
و بعد یه مقداری شروع میکنیم به چونه زدن به اینی که اگرها رو فکر کنیم، ولی رفته رفته افسرده و بعد قبول اینو میکنیم که جدا شدیم. ولی چقدر خوبه که جزئیات مشکلات و اختلافهای بین زن و شوهر بین اونها و بین یک تراپیست بمونه و شاید با یک دوست صمیمی یا یک فرد خانواده شیر بشه و نه اینی که دو نفر همدیگر رو از طریق یک واقعا صدمه زدن روانی و بی احترامی بد بکنن جلوی افراد خانواده، جلوی اجتماع و تمام اونها چوبش به چشم مشکلش به چشم بچه ها میره. احترام کلامی و فیزیکی که باید هنگام طلاق نشون ببینیم به بچه هامون که داریم خیلی برای من مهمه. من بازم یادتون میارم اگر که در پروسس جدایی و طلاق هستین، شما دارین جدا میشین چون توی زندگی زناشویی به یک دلیلی که امروز از بحث ما خارجه به بن‌بست رسیدین. بنابراین اگر که دارین جدا، اگر که میتونستین با هم بحث بکنین و به نتیجه برسین که جدا نمیشدین، حالا که مشکل رو نمیتونین حل بکنین، مشکل رو با پرتاب بی احترامی، بی کلامی و شاید کتک و فوش و غیره بچه های شما دارن از شما مدل برداری میکنن و در نتیجه اگر دارین دعوا میکنین به حرف من گوش بکنین و همین امروز یک جلسه بذارین با من و یک در واقع آتش بس به این خشونت و خشم بدین، چون بچه های شما که میان به مطب من و برای تراماهایی که بین شما دوتا، بین زن و شوهرها، بین مادر پدرهاشون دیدن، در هر سنی که هستن و حتی بچه دارن و نوه دارن، هنوز خدشه اون رابطه رو مغز نگه میداره و با خودش میاره. و من امروز خیلی موفق هستم که با 6 جلسه روان درمانی در کنار مغز درمانی اون تراماها و ضربه ها رو بگیرم و کمک بکنم در روان درمانی که مکالمه درست و بلنس درست در مقابل خشونت به افراد برگرده. موقعی که میخواین طلاق بگیرین، بچه شما در هر سنی که هست موضوع رو میفهمه و بر اساس سنش و فهمش شما باید با هم جلوی اون بچه بشینین و با هم روی یه پیج باشین و با یک عقیده به بچه خودتون توضیح بدین که چرا پدر و مادری شما سر جاشه، عشق شما کاملا سر جاشه، به بچه هاتون امنیت رو حتما بدین و فقط توضیح بدین که بعضی موقع ها ما به عنوان یک زن و شوهر اون عشق و اون علاقه و اون لاو رو میتونیم به عللی که بین خودمون هست از دست بدیم. مشکلاتی که میبینیم بعد از طلاق مطرح میشه موقع جنگ، یکی اشکال مالیه، یکی مسائل مربوط به بچه هاست، یکی تنهایی خود اونها و ترس والدینه و یکی هم تغییر نوع زندگیه که بهش عادت کردیم. از نظر مسائل مالی من به شما پیشنهاد میکنم قبل از اینکه دو تا وکیل بگیرین و به جون هم بیفتین، ما در مطبمون میتونیم میدییت کنیم، یک مشاور باشیم برای هر دوی شما، کاغذاشو بنویسیم، خواسته شما رو در رابطه با نحوهی که میخواین بچه ها رو از لحاظ قانونی قسمت کنین مینویسیم و بعد یک وکیل این دوتا رو، این مسائل رو رو کاغذ بیاره. وگرنه جنگیه که من شاهد اون هستم که افرادی بودن که تا 1,000,000 دلار خرج وکیل ها کردن از لجشون
برای اینی که ستل نکنن و برای اینی که به اون همسرشون چیزی نرسه. یادتونم باشه که بچه ها معمولاً جوینت کاستدی میگیره. دادگاه هیچ وقت به هیچ وجهی از پدر و مادر اجازه دیدن بچه ها رو نمیگیره، مگر یک داستان عجیب و غریبی باشه، مگر اینی که بچه در خطر باشه و اون والدین مشکل شدید روانی یا قانونی داشته باشن. بچه ها بین پدر و مادر نصف میشن و من اینجا گرفتاریم اینه که بچه ها رو و پدر و مادر فکر میکنن وقتی که نصف نصف از لحاظ قانونی میگیرن، یعنی اینی که سه روز و نصفی توی خونه باشه، سه روز و نصفی توی یک خونه. من بر اساس تحقیقاتی که زیادی که انجام شده و خودمون انجام دادم به شما پیشنهاد میکنم که لج نکنین، تمام عشق و علاقه خودتون رو، چه پدر چه مادر، میتونین به بچه ها بدین. و معمولا مادر اگه بچه کوچکه از لحاظ فیزیکال کاستدی بگیره که 5 روز هفته که بچه باید مدرسه بره، مشقش و زندگیش و کامپیوترش در اتاق خودش باشه و اون یکی پرنتی که ویزیتیشن میگیره فرق نمیکنه، هر روز میخواین بیاین بچه رو ببینین، هر روز بعد از مدرسه شما میخواین بچه رو بردارین، هر روزی میخواین باهاش شام بخورین و ویکند هم که با هم قسمت میکنین. بعضی موقع ها من حتی پدر مادرایی رو میبینم که انقدر بچه ها وقتی کوچیکن براشون سخته که اینطوری قسمت بشن و 2 تا خونه، 2 تا اتاق، 2 تا کامپیوتر، 2 تا مشق داشته باشن که اجاز نمیتونن بکنن، که پدر و مادرها وقتی که بچه فرزن خونه مادره و حالا نوبت پدره، بچه‌ای که خوابه برای اینی که گریه نکنه و بیتابی نکنه بلندش میکنن میذارن تو ماشین میبرن، که بچه وقتی چشمشو باز میکنه میبینه تو خونه فرزند پدرشه. هیچ وقت این کارو نکنین، هیچ وقت به بچه ها دروغ نگین، احترام و اعتماد رو نگه دارین، از هم بد نگین. پدر و مادرایی که بچهشونو توپ فوتبال میکنن، متاسفانه من میبینم که هر روز در مرکز ما این بچه ها بزرگ میشن و هنوز برای اون احساس گناه، اون احساس عدم امنیت، اون خشونتی که بین اون 2 نفر پدر و مادر که قراره نشون بدن که عشق و محبت و صفا و صمیمیت و اعتماد و امنیت وجود داره و مکالمه خوب وجود داره، از بچه میگیرن. محل زندگی بچه وقتی که میخواین دیورس کنین، یادتون باشه که بچه ها هیچ سن خوبی نیست برای اینی که پدر و مادری دیورس بکنن، طلاق بگیرن. ما خیلی خیلی تحقیقات کردیم، هیچ سن خوبی نیست. هر سنی اگر که درست با بچه رفتار بشه کمترین خدشه رو میخوره و اگر اشتباه باهاش رفتار بشه بیشترین خدشه رو میخوره. ولی میدونیم که هرچی بچه ما بزرگتر میشه، چون بیشتر میفهمه، احتیاج به یک سکیوریتی داره. از طرفی هم بچه ها خیلی هنوز خودگرا و همه چیز خیلی سلفیشن، همه چیز راجع به خودشون، منشون مطرحه. در نتیجه موقع طلاق بچه ها میخوان بدونن کجا زندگی میکنن، از لحاظ مالی همون استقلالی که قبلا داشتن رو دارن، در همون جایی که زندگی میکردن زندگی میکنن، مدرسهی که میرفتن برن، دوستایی که دارن، برنامه هایی که دارن، ورزشی که دارن، فامیلی که دارن به هم نخوره. و یادتون باشه ما خوشبختانه فامیل های ایرانی دور همیم، گسترده ایم و نزدیکیم. در نتیجه هر کدوم از ما وقتی که جدا میشیم، اگر جداگانه
عشق و محبت خودمون رو بدیم، مکالمه خوب داشته باشیم توی زندگی بچه‌مون، توی مدرسه شون، وقتی که جلسه ای هست، وقتی این پرفورمنسی دارن شرکت کنیم، ما میشیم مادر و پدر نمونه خوب. این ربطی به زن و شوهری ما نداره و بچه های ما خیلی بیشتر قبول واقعیت رو میکنن و خیلی کمتر نگران رابطه پدر و مادر بعد از طلاق میشن. اینا توپ فوتبال نیستن. خواهش میکنم جاسوسشون نکنین که اطلاعات رو بیارن و ببرن. توافقی که باید بین نحوه تربیت و دیسیپلین در کنار عشق و محبت باشه بی نهایت اینجا مهم میشه. پدر و مادرها رو میبینم که وقتی بچه میاد خونه یکیشون لوسش میکنن، هر چی میخواد بخوره، هر کاری میخواد بکنه، هر چند ساعتی میخواد رو تلفنش باشه، برای اینکه پدر خوبه یا مادر خوبه باشه. بعد میره به خونه اون یکی همسر که قانون داره و میگه نمیتونی الان رو تلفنت باشی، اجازه نداری شکر زیاد بخوری، اون میشه همسر بده و بچه ها از این آب گلالود سوء استفاده میکنن. ولی چون قانونشون بیقانونیه در یه خونه و تکلیفشون روشن نیست، نهایتاً باز به دفتر من میان برای استراب زیاد و برای رفتارهای اشتباه و ناجور و بیقانونی که ایجاد میکنه. پیشنهاد میکنم که دوستان عزیز اگر که خدای نکرده و متاسفانه میخواین جدا بشین، اگه جدا شدین، اگه در حال دعوا هستین، بیاین و یک جلسه خانوادگی در مرکز من بذارین و من چون متخصص مسائل زناشویی هم هستم میتونم به شما کمک کنم که به نوع عاقلانه و بدون اینکه خدشه‌ای به زندگی بچه‌ها و به عقده‌های بعدی بچه‌ها برسه بتونین مسائل زندگی و اگر هم طلاقه، طلاق رو به صورت سرافراز و درست بگیرین. باز هم تشکر میکنم از فرصتی که به من میدین. تلفن تماس با مطب ما 310-286-1480 هست، در کنار روان درمانی و انواع ایوالویشن و تست ها، مغز درمانی، جسم درمانی و نور درمانی و لاغری رو هم به شما هدیه میکنیم. 310-286-1480. تا هفته آینده مواظب مغز خودتون باشین. روز و روزگارتون خوش. خانم دکتر مرسی. مرسی فرشاد جان، روزت بخیر. خیلی ممنون، روز شما بخیر. بابا. دوستان عزیز من، ممنونم که با من بودین. مواظب مغز خودتون باشین. برای همه شما آرزوی خوشبختی، خوشحالی میکنم. تا هفته آینده روزتون خوش.